بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هشدار داده که درگیری های مرگبار جاری در نقاط مختلف سبب شده تا جهان با سرعتی فزاینده به سوی ناامنی بیشتر حرکت کند. آقای گوترش روز دوشنبه طی سخنانی در افتتاحیه 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ ها و درگیری های جاری در کشورها و مناطقی همچون کنگو، غزه، میانمار، اوکراین و سودان تاکید کرده که نیروهای درگیر در این مناقشات چشمان خود را به روی قوانین بین المللی می‌بندند. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود خواستار احترام بیشتر به حقوق بشر و برقراری صلح در سراسر جهان شده است. منابع محلی و رسانه اعلام کردند که سیلاب راه ارتباطی 40 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان را بسته است. در همین راستا، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت پس از بارندگی و سیلاب اخیر رودخانه کاجو در شهرستان قصرقند، راه ارتباطی بیش از 40 روستای این شهرستان بسته شد که با تلاش امدادگران و راهداران این محورها در حال بازگشایی هستند. قوانین مربوط به حذف محتوای مضر و نامناسب به خصوص برای کودکان در فضای مجازی در کانادا تصویب شد. قانون آسیب‌های آنلاین که توسط دولت لیبرال نخست وزیر جاستین ترودو در روز دوشنبه معرفی شد، شرکت‌های فناوری را مسئول مقابله با 7 دسته محتوای مضر و افزایش مجازات‌های کیفری برای گسترش نفرت آنلاین می‌کند. طبق این قانون، کانادایی ها می توانند مشروط به فرایند بازبینی ظرف 24 ساعت درخواست حذف محتوا را داشته باشند و علیه افرادی که سخنان نفرت انگیز منتشر می کنند در یک دادگاه حقوق بشر شکایت کنند. بازماندگان و اعضای خانواده 94 پناهجویی که سال گذشته در پی غرق شدن قایقی در سواحل جنوبی ایتالیا جان خود را از دست دادند، علیه حکومت ایتالیا شکایت می‌کنند. این پناهجویان عمدتاً از کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان و سوریه بودند. گروهی از فعالان متشکل از 400 انجمن بارها از حکومت ایتالیا خواستند تا درباره مرگ این پناهجویان تحقیق کند. این شبکه ناکامی‌های مکرر سیاست‌های پناهجویی و موارد نقض حقوق بشر پناهجویان از سوی مقامات ایتالیا و اتحادیه اروپا را محکوم کردند. در این حادثه که در 26 فوریه سال گذشته رخ داد، حداقل 94 پناهجو از جمله ده‌ها کودک خردسال جان خود را از دست دادند. راه آهن هند روز دوشنبه اعلام کرد که دستور تحقیق درباره علت حرکت یک قطار باری با محموله شن و طی مسافتی به طول 70 کیلومتر آن هم بدون راننده قطار را صادر کرد. گفتنی است یک قطار باری با بیش از 50 واگن روز یکشنبه بدون دخالت هیچ فردی از ایالت شمالی جامو و کشمیر به سمت پنجاب به حرکت درآمد و در نهایت با تعبیه بلوک‌های چوبی بر روی ریل سرعت آن کاهش یافت و در نهایت متوقف گردید. رسانه‌های محلی هند گزارش دادند این حادثه در جریان توقف قطار در ایستگاه راه آهن جامو برای تغییر خدمه آن رخ داد.